درود ویژن دارم خدمت همه دوستان و عزیزان و سروران. من دیروز یه عکسی رو منتشر کردم از خانم افشار، خیلی سر صدا به پا کرد. امروز هم ایشون مجبور شد واکنش نشون بده، رادیو ایران گفت، بخشای خبرگزاری جمهوری اسلامی گفتن، خیلی مثل توپ صدا کرد. و اون گردنبند خانم افشار بود که پلاک نقشه ایرانشون رو من، چون خیلی اهل تجملاتم، همونطور که میبینید تو دست بال من همیشه، شما الان بیاد خونه من بهتون دروغ نگم نزدیک فکر میکنم 50 تا فقط پلاک و انگشتره مختلف دارم، ولی اینا رو مثلا جلوی برنامه میندازم، خیلی علاقه دارم، دوست دارم. من بچگی تجملات رو دوست داشتم، آدم تا جایی که پولم میرسید تجملگرایی هم میکردم و هر من عادت همه وقتی که اصلا میبینم همیشه به این پلاک و اینا توجه میکنم. پلاک خانم افشار یکی دو بار برای من عجیب اومد، تا اینکه یکی از عزیزان بانو سپیدم دیروز به من پیام داد گفت امید پلاک افشار رو دیدی؟ گفتم پس فقط من نیستم که حساسم، تو هم حساس شدی؟ گفت آره. و یه عکسی فرستاد و من برای که باز مطمئن تر بشم کل برنامه سوم ایشون رو، همین تالنت شو رو کامل نگاه کردم و دقیقه من، شما وقتی که، چون من یه سری چیزا بحث فیلم برداریه، شما این تصویری که میبینید از روبرو که میگیره چیزی معلوم نیست از پلاک خانم افشار که آیا خوزستانش هست یا نه، ولی در بخشی از صحبتایی که خانم افشار تو همین برنامه سوم داشتن که من رو یوتیوب عکس انداختم، دقیقه 25، یعنی شما برید یوتیوب MBC پرشین، خیلی جالبه، سعودی پرشین، عربا برای ما بخش فارسی دارن نفتن، MBC پرشین تالنت شو قسمت سوم رو بیارید، همینجا نوشه دقیقه 25 ایشون داره نگاه میکنه به خانوم فردی که اومده اونجا با گیتار خونده، دقیقا مشخصا این آدم میاد اونجا یه برنامه اجرا میکنه، بعدش که برنامهش تموم میشه خانم افشار داره صحبت میکنه، خانم ایشون یه گوشه هست و خانم افشار وقتی که بر میگرده، چون دوربین از روبرو که میاد این پلاک مشخص نمیکنه جزئیاتش، بر میگرده و دوربین زوم میکنه و تصویری میده که به این حالت خانم افشار. من این تصویر رو براتون زوم میکنم که تو عکس زوم کردم، قشنگ اینجا میبینید، قشنگ و اومدم زومترم کردم حتی تو اینجا، کاملا معلومه که خوزستان این نقشه نیست. خب ما اینو اومدیم منتشر کردیم دیروز و پرسشی هم مطرح کردیم، گفتم تا حالا که خب اولا که این نقشه‌هاییه که خیلی برام جالبه، این سلبریتی‌ها سر همین دریای مازندران که سوادش هم نداشتن، شلوغای فلان دریای مازندران رو دارن میفروشن آقا، و خیلی از افراد دیگه که حتی دریای مازندران هنوز میگن دریای خزر، نمیدونن خزر یک قوم وحشی و ضد ایرانی بوده. خب حالا ما انتظاری از این آقایین حزب اللهی و غیره نداریم اونجا بگن خزر، اینا که دم از ایرانم، شما میگی اینا وطن فروشن، شماهایی که رگ گردن برای جای کلوف میکنی، حداقل نمیگم نامه عجیب بگو دریای کاسپیان، همون مازندران بگو، نام اصلیش حتی کاسپیانه. و حتی خیلی جالبه بهتون بگم، بعضن نام دریای کاسپیان رو در برخی از شهرهای اروپای جنوبی مثل اسپانیا ما میبینیم، مثلا در اسپانیا در برخی از شهرها که من مثلا میرفتم و اینا، به مانند مثلا شهر گرانادا اینا، خیابونها مثلا با نام دریاها شروع میشه و دریای ما رو نوشته بودن، چون خیابون به اسپانیش کال مارکاسپیو، مارکاسپیو مثلا نام یکی از دریاهای شهر گرانادای اسپانیا هست، نام دریای ایرانی. حتی اروپایی‌ها این در اسپانیایی ها مشخصا دریای ما رو مثلا به نام کاسپیو میشناسن. و شماها که دریای مازندران و خلیج فارس تو این پلاک ندارید، و خیلی متاسفم بابت این قضیه، اینها اینگونه جا میفته که آقا دریای ما رو حذف میکنن، چون حالا اینا خیلی دنبال اینجور چیزا هستن میگن. من اینو گذاشتم و بازم قضاوت نکنم، گفتم شما هم که در یک برنامه که مال عربستان سعودی است و این برنامه عربستان سعودی، حداقل ما میدونیم که اعراب خوزستان رو از آن خودشون میگن، خوزستان عربستان، و همیشه جریانات پان عرب رو حمایت کردن. حالا اومدن شوی رو گذاشتن، تالنت شو، که حالا در موردش من صحبت ها خواهم کرد، حالا امروز یه کوچولو صحبت میکنم ولی بعد از کل این مسابقه صحبت ها خواهم داشت به احتمال زیاد که اونجا خواهم گفت. و شما اومدی این پلاک رو انداختی، من پرسش کردم که آقا تو یک برنامه ای که مال عرب هاست، خیلی جالب، خوزستان هم نیست، و جالبتر اینه که استان خوزستان اینا میگن عربستان، همه اینا اتفاقیه. و بگم به عنوان برنامه ساز،
شما دوربین از روبرو بیفته این پلاک کامل مشخص نمیشه. ایشون چون اینجا برگشت پلاک قشنگ مشخص شد. دقیقه 25 تالنت شو سوم، قسمت سومو بزنید خودتون در یوتیوب ام بی سی پرشین ببینید که آقا نه ادیتی شده نه فتوشاپی شده. بعد من آخرش گفتم آقا چون من اهل تجملاتم چنین پلاکی ندیدم، حالا شاید من اشتباه کنم. آقا من که خدا نیستم که، شاید من اشتباه کرده باشم، نه شاید اصلا یه بحث فنیه، این پلاک هم پلاک درستیه، ما اشتباه دیدیم. خب ایشون فوراً امروز اومد و واکنش نشون داد و نوشت، یه توییتی گذاشت و توییتش هم پین کرد به خاطری که دیروز سال این پستی که من گذاشتم خیلی سر صدا کرد و ایشون نوشتش که حبل ایران یجمعونا و همزمان با حبل ایران یجمعونا همزمان با حمله تروریستی به خوزستان بود و حمایت من از هموطنان عرب زبانم. خواهم واقعا هیچ توضیح من وارد این حوزه نمیخوام بشم، به دل نظر دارم، نظر خیلی شدیدی هم دارم ولی واردش نمیشم. میگه ایده رب داشتن به حب الحسین یجمعونا و تا جا داشت قضاوت کردن، حالا گردنبند ایران را که هدیه نیمانی ای وای به من هست و سوژه کردن برای جلب توجه. با تأسف برای اولین بار عرض میکنم، خیلی حقیر، نه حقیر نیستیم، برامون پرسش پیش اومده. خانم افشار حق من، یکی حداقل مطمئن باش حقیر نیستم، اینقدر خیانت های گسترده دیدم. الانم بهت نمیگم تو خوزستان رو حذف کردی، نه تو اصلا شعور این کارا رو نداری. تا اگه شعور داشتی از خودت میپرسیدی که برای چی باید منم در یک رسانه‌ای که بودجهش مثلا عربستان سعودی میده. نه شعور اینا نداری، اصلا اینو ولش کن. تا اگه شعور داشتی میگفتی عربستان داده برای چی باید برم در یک مسابقه‌ای که اینقدر سطحش پایینه. ابی رو میبینی، ابی یه آدمی است که برای پول همه کار میکنه. آرش رو میبینی، آرش خواننده، خیلی جالبه، یکی دو نفر اومدن تو همین داستان تالنت شو خوندن، به خصوص این آخری که از آلمان اومد داستان خودش رو داشت میخوند و اینا، خب هم ترانه رو خودش نوشته بود هم کار رو خودش کرد. آرش مثلا من رفتم خیلی هم خوشم میاد تا ازش، من در یک کشتی آرش بود و خوند و خیلی خوبم اجرا کرد و هممون هم بالا بودیم. آرش میتونه صحنه بگردونه، خیلی هم اتفاقا شاده، خیلی هم خوبه، ولی بهش خواننده نیست آرش. اینا خواننده‌های فیکن، اینا خواننده های الکترونیکی هن. یه دوتا جمله میگه بقیهش با الکترونیکی و اینا درست میکنن شدن خواننده. اینا فقط پشت کار دارن تو صحنه باشن، مگه نه هنر نداره آرش؟ هنر چه هنری داره؟ و اتفاقا در همین تالنت شو یکی دو جا برام جالب بود، وقتی که اون آقایی که اومد مسخره میرقصید از آلمان میگفت دکترم مثلا میرقصید، همین مهناز افشار چون بالاخره با مسئله سنتی ایران بزرگ شده سری منفی زد، بعدش هم ابی، ولی اون خانومه که نمیدونم اسم چیه با آقای آرش و اون مجریایی که پشت صحنه بودن چون تو خارج بزرگ شده بودن، بیگ مک خور و هنری شدن، اینا با چیزای الکترونیکی و اینا حال میکنن، اینا مثلا خیلی خوششون اومده بود. بگذریم و ایشون نوشته که نیمانی بهم داده، من اصلا حدس میزدم نیمانی و تو شعور این کالا رو نداری و الان میخواد یه جوری بگه که اگر این گردن بند مشکلی داره مقصر نیمانیست. نیمانی کیه؟ من 5 سال پیش در مورد نیمانی افشاگری کردم. نیمانی نامش نیما بهنوده، پسر مسعود بهنوده. برای که ثابتم کنم میتونید برید برنامه 5 سال پیش منو ببینید که ایشون اتفاقا همین هیه یکی از این استادانم دزدیده بود. همه اینا رو من 5 سال پیش گفتم، چون آدم جذابی هم برام نیست دیگه پیگیرش نبودم. این آقای نیما بهنودا اینم یه مدلیست طراحا، حالا خیلی جالبه، خیلی این طراحا که میان میگن ما طراح هستیم، در حقیقت الان یکی دیگه از عزیزانم طراح، حالا نمیخوام وارد بشم، دو سه تا ما طراح داریم توی خارج، اینا میرن با شرکت‌های مختلف صحبت میکنن، میگن آقا مثلا این پوستر رو بزن روی تیشرتایی که میسازی، من به اسم طرح خودم بدم. اینا اینجوری طراحن، رفته مثلا یه دونه جمله هرو مثلا میزنه رو تیشرت مشکی، این شو طراح. بیا به خودم الان، حالا تو این کاری که کردی بیا، من تو برنامه‌ام گفتم من الان مثلا یه سری تیشرت‌ها داشتم، همیشه عزیزان میپرسن آقا این تیشرت تاجتی نه کجاست؟ آقا عکسو در میارم خودم در فتوشاپ درست میکنم میبرم میدم تو عکاسی، میگم آقا این عکسو بنداز روی مثلا لیوان، بنداز روی تیشرت، بنداز روی هر جا که دلت میخواد، مثلا نشان رو دسته که ما درست کردیم، بردم لیوانشو درست کردم، تیشرتشو درست کردم که اون موقع با تیشرت برنامه اجرا میکردم، الان تیشرت رو دست تنمه. حالا طرف میشه مثلا چیز طراح، حالا طرف میخواد بیشتر کار، مثلا همین تاجی که رو کت منه
مثلا برم مثلا میدونی به یه شرکت سوئدی با یه شرکت اروپایی صحبت کنم توی تهران مثلا تو میدون فردوسی، خب از این شرکت‌ها زیاد بودن که مثلا مغازه‌ای هستن که پلاک درست می‌کنن، میگه پیش این پلاک سازی ها مثلا میگه آقا جان من می‌خوام یه پلاک برای شرکتمون بزنیم، مثال می‌زنم برای تو، مثلا میگه چه تعداد می‌خوای، میگی 100 تا می‌زنه، بعد تو اینا رو بیای بگی من کار منه، من تاج مثلا ببرم بدم به این شرکت‌های مثلا اروپایی، میگم آقا این تاج این عکسشه برام طراحی کنین، مثلا اینو سنجاق سینش کنین، مثلا 2000 تا به من بده، بعد 2000 تا رو بذارم تو فیسبوک و اینور و اونور بگم من طراحم. اینا ببینید یه شیادیست دیگه، نیما بهنود جز اون شیاداست، روی شال و روی تیشرت و اینا عکس میندازه. خب این کارو ما توی توی عکاسی هم انجام میدیم. این شد حالا برای ما آقا شد مثلا طراح. من 5 سال پیش در مورد این افشاگری کردم و میدونستم که چون چیز بود، رفتم سایتشون هم نگاه کردم، نقشه های ایرانی رو درست میکنه به عنوان گردنبند زنونه میده و تو هیچ کدوم از این نقشه ایران این دریای مازندران و خلیج فارس نیست. خب نیما بهنود که اصلا چیزش مشخصه، بخشی از حمایت هایی که از نیما بهنود در خارج از کشور میشه، من تو اون برنامه اشاراتی داشتم، میگم برای من آدم جذابی نیست دیگه، پیگیری نکردم، ولی هممون میدونیم دیگه، برای همین آقایی که الان دفاع میکنه از جمهوری اسلامی، آقای بگید مهاجرانی، خب این سند ویکیلیکسه که پسرش برای تحصیل در انگلیس از عربستان سعودی پول گرفته. مسعود بهنود هم همین گونه است، پسر آقای مسعود بهنود که همین نیمانی هم باشه، اینا ارتباط دارن با بالاخره مورد حمایت هم و اصلا کلن در یک کانتکس گلوبالیسمی و مورد حمایت جریان ابری عربی غربی هستن. خب این نقشه هاشه، آقا تو چقدر میهن پرستی که نقشه رو بدون آب میزنن، بدون دریا هامون میزنن. حالا این یک مورد، دو مورد، اینا چیزایی که در سایت نیمانیست، این سه مورد، پس این سه تا گردنبند که نمیتونه باشه، چهارمی که میتونه باشه نقره ایست ولی مال خانم مهناز افشار طلایی بوده، پس احتمالا این باشه. خب اینم نگاه میکنم میبینم که حداقل یه عکسه، تو این چیزی نمیبینم ولی امکان داره که این باشه. خب خانم نیما، خانم مهناز افشار که میگه نیمانی داده، در حقیقت عذر بدتر از گناهه، یعنی میخواد بندازه گردنه اولا نیما بهنود که خودش ببخشید، اینا اصلا به هیچ عنوان، نگیم وطن فروش، به هیچ عنوان وطن پرست نیستن. بعد تو نمیتونی خانم نیما، خانم معنی دفشه، اولا تو برگشت گفتی حقیر، خب آقا به جایی که من 10 بار گفتن این انگشتر تو فلان مال حرم رضا اینا، من 100 بار جلوی دوربین نشون دادم گفتم آقا این فروهره، این ور شیر و خورشیره، 1000 بار توضیح دادم، انگشتر خودمو نشون دادم، به جای این همه پست گذاشتن، اولا که من پستت نفهمیدم جواب چه جوابی دادی، چرت و پرت، هدیه نیمانیه، یعنی اگر مشکل داره مشکل نیمانیه، مشکل نیما بهنوده، اگر این نقشه، یعنی تا حتی نقشه ایران رو نمیشناسی، شک داره، اعتماد به نفس نداره، آقا عکس بگیر، این موبایل ساب مردت رو بردار، یا عکس بگیر از اون پلاک بذار، شاید من اشتباه کرده باشم، بالاخره من از روی اون ویدیو برداشتم، من نبودم جلو با چش خودم ببینم، که من با چشم دوم دارم میبینم، رو دوربین دارم میبینم، با چشم نزدیک ندیدم، شاید من امید دانا اشتباه کرده باشم. ولی وقتی تو اینجوری میذاری آدم براش سوال بیشتر براش پیش میاد. تو به جای این پست یا حتی این پستی که گذاشتی، دمت گرم، یه عکس هم میگرفتی از این پلاک، آقا این گردن بند منه، آقا این حقیر، دروغ نگید، عکس هم نگرفتی و میندازی گردن نیما بهنود. و این کارت منو یاد اون داستان میفته که علی اون آخونده اومدی دروغ گفتی، من که دیدگاهم در مورد آخونده اینا مشخصه، ولی دروغ گفتی بعد انداختی گردن این پسره، اسمش چیه، تنابنده، که جوگیر شده بود، من جشنواره نمیامدم با کله از همه جلوتر رفت، انداختی گردن اون. یه بار دیگه یه سری قرصای در مورد اعتیاد اومدی تبلیغ کردی، بعد معلوم شد این قرصا تایید نشده است و کشوندنت به دادگاه، گفتی داریش اقبالی بهم گفته. بابا تو مگه مغز نداری، مگه عقل نداری؟ حتی اگه داشتی از اون سطح سینما، بالاخره سینما ایران سطحش بالاخره یک سطح لول خاص خودشو داره در دنیا، شما در اروپا ما سینما نداریم که از اون لول، و خدایش هم بگم حالا خیلی‌ها میخوان بگن این هنر نداره، نه آدم باید انصاف داشته باشه، حالا مثلا لیلا حاتمی یا خانم ترنه علوسی اینا که آقازاده های تقریبا سینما هستن و بازی های یوبس اینا، ولی مهناز افشار فقط نون چهرش رو که نزدیک به خانم گوگوشه نمیخوره، واقعا بازی داره و تو همین فیلم قسمش من داشتم نگاه میکردم،
واقعا دو سه پرده خیلی قوی بازی کرد خانم افشار، خودش رو حیف کرد، یعنی واقعا حیف کرده. تو آخه نمیتونی که هر کاری میکنی، یعنی عقل نداری، یه بار بنداز گردن تنامنده، یه بار بنداز گردن داریوش اقبالی، الان هم بندازی گردن پسر مسعود بهنود. تو اصلا نگو نیمانی، خود نیما بهنود هزار جور زیر سواله، تو حتی میگه گردنبند من اون داده. بعد گردنبندت هم من نگاه کردم، دارم دقت میکنم، خوزستان نداره، اونم تو برنامه ای که عزیزم، تو برنامه ای که آخه تو از کجا باید دم از ایران میزنی؟ برنامه ای که عربستان سعودی پولشو داده. آقا این عربستان سعودی وقتی که وارد کشور ما شدن فارسی صحبت کردن جرم بوده. آقا عربستان سعودی من باور کنم عاشق زبان پارسی شده؟ این لعنت به من امید دانا که اینقدر من بدبین هستم به این سعودی ها، چقدر من دشمنی تاریخی، چقدر من این دیدگاه های فاشیستی، چقدر من این دیدگاه های عجیب و غریب و دارم. آخه عربستان سعودی دلش به حال استعداد ایرانی میسوزه، بعد ما اینجا داریم به خانم افشار گیر میدیم تو چرا رفتی شدیم موجه. آقا اون ای بی اگر میره، دارم بهت میگم ای بی سر تا زیرش یک وطن فروش تمام معناست. اون بابا به زن اول خودش خیانت کرد، زن اول خودش خیانت کرد. من دهنم خب پوزش میخوام، برنامه یه لحظه قطع شد، این مشکلات فنی در پخش زنده میاد. بله داشتم میگفتم که خانم مهناز افشار میره در یک برنامه‌ای که اصلا مال عربستان سعودی، حالا بگذریم از این که این برنامه مال عربستان سعودی، حالا میگه آقای ابی و اینا بوده، آقای ابی به خاطر پول خیلی کارا میکنه، اصلا ایشون بلند شد رفت در بین این اعراب در دبی، اونجا خلیج فارس رو نخون، بعد اومد گفت ما این اصلا خونده بودیم که چیز بشه، قاتل نونمون بشه، شو قاتل جونمون و فلان و اینا. یادم کاملا پول پرستیه، من در مورد ابی بارها افشاگری کردم و خود این تالنت شو که حالا من بعداً افشاگری خواهم کرد که اصلا مجری این برنامه، که اصلا این بلند شده رفته مجاب کرده، اصلا عربستان سعودی روی این آدم سرمایه گذاری کرده، این آدم من نمیدونم داستانش چی بود که همین مجری این برنامه که شبیه مانکن هست، اینا خود لاغره، اینا خودشو خیلی چیز داره، فکر میکنه خیلی خوشتیپه اینا، که من اینو چند بار تقریبا میکنم 4-5 بار تو سوئد از نزدیک تو مراسمهای مختلف دیدمش، از دور یعنی از دور که اول هم رد شدیم، و این آدم نزدیک 2 سال در دبی زندان بود و حکم اعدام داشت. مجری برنامه تالنت شو خیلی ها اینو نمیدونن، اینا افشاگریاییست که من انجام میدم، برای همین هم این برنامه نامش رو دسته. ایشون در دبی به جرم حمله، از حالا داشت یا نه نمیدونم، به جرم حمله بالای خیلی سنگین هروئین و مواد مخدر گرفتنش، و این مجری تالنت شو پسری که دارید میبینید این حکم اعدام گرفت که خیلی سر و صدا براش کردن و دولت سوئد خیلی تلاش کرد تا این آدم اعدام نشه. من نمیدونم این چه سر و صدایی با این عرب ها داره که دائم هم در دبی بود، اونجا هم دستگیر میشه، حکم اعدام میگیره، بعد از 2 سال با خیلی کارهای دیپلماسی و اینا بالاخره کشور سوئد موفق میشه این فرد نجات بده و ایشون برمیگرده به کشور سوئد و الان اومده با پول عربستان سعودی این تالنت شو رو برگزار میکنه. تالنت شویی که انقدر ضعیفه، انقدر دیگه پیش از نقده، که انقدر اینا دستشون خالی بوده تو نهیم شما مثلا آکادمی گوگوش باز یه کاری داشتن میکردن، کار جدی بود، انقدر یعنی معلومه اینا یه چیزی رو فقط میخواستن سرهم کنن. اولا اینکه اینا استعداد نتونستن پیدا کنن، برای همین مجبور شدن بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان از مثلا استعدادهای خارجی باشن. اولا کارهایی که تو این برنامه داره انجام میشه کارهای معمولی و همچین استعدادی نیست. اون کاری که اون شعبده باز کرد عراقی انجام داد، من یادم یه بار توی مترو سوئد بودم، منم یکی دو تا تردستی با پاستور بردم، نمی پسر پاستور دستشه، یکی دو تا براش چشمه اومدم و دو تا تردستی براش انجام دادم. دوستان که نزدیک منو میشناسن میدونن دو تا تردستی بلدم و انجام دادم، بعد پسرم برای من یک سری تردستی انجام داد که این همین کاری بود که این عزیز کرد عراقی الان انجام داد. من بلد نیستم ولی خب کسانی که کارشون اینه خیلی ها بلدن، یعنی نمیشه که استعداد حالا آنچنانی و اینا، کاری ندارم اصلا هست، مجبور شدن یک تعدادی رو بیارن که اصلا فارسی بلد نیستن و سطح برگزاری برنامه دارید میبینید. و جالبتر اینه که اینقدر کار خودشون برای خودشون بیارزشه که درست سالانه گرفتن یه دستی به سر روش دادن، اما همه تو یک روز برگزار شده. یعنی شما خانم گوگوش و آقای ابی و آقای آرش اینا همه یه لباس، یعنی حتی سانس به سانس هم که داشتن اینا اجرا میکنن چون نکردن لباسا رو عوض کنن، یعنی کتا الان این 3 قسمت تو یک روز برگزار شده، نه لباس ابی عوض میشه،
کت حالا کت که چیزی دو دست کت میبردی یا این عوض میکنی کت دیگه، نه لباساشون عوض میشه نه اصلا همش تو یک روزه. خب اینا نشون میده که اینا یک هدف دیگه ای دارن، یک داستان دیگه ای دارن که حالا میذاریم تا آخرین برنامه مشخص میشه. ولی در چنین برنامه‌ای با حساسیتایی که داره، من میبینم که یه دفعه نقشه ایران بخش خوزستانش نیست، اونم تو جایی که متعلق به سعودی هاست و سعودی ها اعتقاد دارن خوزستان برای ایران نیست، خوزستان عربستانه، دارن به پان عرب ها کمک میکنن و بحث خلیج عربی رو هم مطرح میکنن و اصلا ببینید حالا تو این نقشه که انداختن نه خلیج، حالا خلیج رو میگم این پلاک رو متاسفانه خیلی ها پخش میکنن، برای همین من چیزی اونجا نمیگم، ولی دیگه نقشه خوزستان نباشه تصویرم تصویریه که بهتون نشون دادم، بازم نشون میدم و پوزش میخوام. یک لحظه برنامه قطع شد و من پیگیری میکنم که مشکلات فنی، بالاخره خیلی دوست ندارم من برنامه اجرا کنم، میدونم دیگه دیگه، حالا باید ببینم که مشکلم کجاست. و دارید نگاه میکنید که در این تصویر نقشه خیلی عجیب، آخه خوزستانی نیست، خوزستانی ساته تا بالا هم رفت و بخشای قابل توجهی از اهواز و اینا نیست دارید میبینید، و این شاید حالا اشتباه تصویر برداری باشه، اشتباه منه باشه، ولی اگه کسانی که میخوان دقیقا اینو بدونن که من کجا عکسشو برداشتم، دقیقه 25 قسمت سوم تالنت شو، همه اینا رو میذاریم کنار. ولی خانم افشار شما خودتو سوزوندی، بالاخره اتفاقا لول خانم افشار از اون آرش و اون یکی خانمه که خیلی بالاتره، به جز ابی لول خانم افشار خب بالاست، حتی از ابی هم خانم افشار به نظر من در اون سطحی که در ایران کار میکردن چیزی کم ندارن. بعد بیایی توی همچی شوی خیلی سطح پایینی، خودت هم سواری خیلی چیزها رو نداری، مشکلم با شما خانم افشار میدونی چیه؟ من اتفاقا ازت با هنرت مشکل ندارم، اتفاقا بازی هم بلدی، مشکلی با هنرت ندارم، مشکل من اونجاست که سلبریتی جماعت باید بدون کم حرف بزنه، نه فقط سلبریتی ایرانی ها، در خارج هم همینه، آنجلیا جولی رو مثلا میان چیزش میکنن، میگه آی تو آنجلیا جولی فلان، برو با براد پیت مثلا بچهای مردمو به عنوان فرزن خوندگی قبول کن، چقدر شیک، چقدر واقعا اینا آدم های درست و چقدر مجلسی اینا، ولی پشت این فرزن خانگی قبول کردن خانم آنجلی جولی و آقای براد پیت که برای مثل که جدا شده اینا من پیگیری نمی کنم، پشت همه اینا داستان کارتل های داروسازی آمریکاییست. خانم آنجلی جولی رو میبرن هی توی آفریقا، بچه های آفریقایی رو بغل کنه که مثلا بعد مثلا بگن آقا داریم تبلیغ واکسن کردن انجام میدیم، تمام واکسناشون و اینا رو میرن روی مردم بدبخت آفریقا امتحان میکنن، اینا میشنن موش آزمایشگاهی. خب برای این کارشون باید یک رنگ من مشروعیت گرایی کنم، باید یک رنگ حقوق بشری بهش بزنن، پزشکان بدون مرز بشن، یه نهادی رو درست میکنن پزشکان بدون مرز. خب این پزشکان بدون مرز وقتی که میرن به مردم کمک میکنن، دارو میدن، چه داروهایی رو میدن؟ اینجا بحثه، این پزشکان بدون مرز با کدوم کارتل های داروسازی دارن کار میکنن. در کنار این باید قضیه رو یه خود انسانی تر هم نشونن، چهار تا سلبریتی هم میندازن وسط مثل خانم آنجلیا جولی، و هنرمندان سلبریتی ها در سرتاسر دنیا افراد سطحی هستن. خانم افشار فرد سطحی هستی، بازی بلدی، هنرمندی، ولی در مسائل اجتماعی سیاسی سطحی، و تو اصلا این پلاک رو وقتی خواستی گردن بندازی بهت هدیه داده نیمانی، نکردی بگی من به عنوان یه هنرمند نباید پلاکی بندازم که توش مثلا خلیج فارس و مثلا دریای مازندران، اینش که ولش کن میگیم نه، یعنی این پلاک الان خیلی مشکوک تره. اگر واقعا این پلاک تو این شکل باشه و این مشکل فیلم برداری نباشه اینا، فاجعه است خانم افشار که نفهمیدی. در الان هم جالبه که عکسش رو نشون نمیدی، فقط میای میگی آی فلان چقدر شما حقیر. نه حقیر کسیه که کشورش رو میفروشه، بعد میره برای عرب، دم از ایران میزنه ولی میشه مزدور عرب ها. ببین خانم افشار، تا اونجایی که تو از ایران زدی بیرون من با تو همراه بودم چون منم زدم، ولی فرق من و تو میدونی چیه؟ وقتی که منم زدم بیرون، وقتی فهمیدم فضای سیاسی اونجایی میتونم پیشرفت کنم که یا بشم مزدور عربستان، یا خیانت‌هایی که عربستان سعودی داره انجام میده برای نابودی ایران و داره پول خرج میکنه در جبهه اپوزیسیونی که منم الان تو اون خاکریز قرار دارم، باید حداقل سکوت کنم. یه جاهایی سکوت کردن خودش خیانته، سکوت نکردم، هم اومدم بیرون هم سکوت نکردم. ولی شما وقتی که اومدی خارج، فضا رو داری میبینی، حالا البته بینشی نداری، سوادی تو این چیزا نداره، دیدات نداره، ولی رفتی نشستی رو صندلی که پولش عربستان میده. من نمیفهمم جایی که پولش عربستان سعودی میده
چجوری ما میتونیم ازش دم از ایران در بیاریم؟ چجوری آقای سینا ولیلا با پول عربستان برنامه میسازه بعد میتونه دم از ایران بزنه؟ چجوری میشه اون ایرانه کجاست آخه؟ مگه میشه مثلا چهارشنبه ها با سینا با پول عربستان سعودی میره روی شبکه ام بی سی ولی این آدم بخواد بیاد مثلا برنامه برای من ایرانی بسازه؟ البته سینا که بنده خدا تا حالا هیچ جا دم از ایران و وطن و اینا نزده، که این که اصلا ذاتن سیب زمینی و وطن فروش و بیرگه، بنده خدا که تا حالا ادعایی هم نداشته. ولی نمیشه که شماها به عنوان ایرانی میرید با پول عربستان برنامه میسازید بعد خودتون رو میخواید مثلا بگید ما بهتر از جمهوری اسلامی هستیم. مگه میشه عربستان سعودی اکی تالا اما خوشش اومده، عاشق چشم و ابرو ما شده، اکی تالا نگران هنر ایران شده، اکی تالا نگران تالنت ایرانی شده، استعداد ایرانی شده که برای ما تالنت شو بذاره؟ شوخی میفرمایید؟ پول عربستان میاد همتون دست و پاهاتون میلرزه، بعد هم میرید یه همچین شو افتضاح اصلا غیر ایرانیه، حالا اصلا غیر ایرانیش که بخور تو سرتون، اصلا بیکیفیت رو اجرا میکنید. من هم متاسفم برای یک سایتی به نام استوکولمیان در سوئد که خب پول میگیره ولی تبلیغ نمیکنه. ببینید شما بعضی سایت ها مثلا همین سایت استوکولمیان مثلا پول که میگیره تبلیغات میذاره، متاسفانه پول میگیره تبلیغات نمیذاره برای تالنت شو. از تبلیغات از در حقیقت رپورتاج یه کار وحشتناکتر میکنه، میاد مطلب خبری میذاره به عنوان خودش و تبلیغ میکنه، یعنی یه کار خیلی وحشتناک داره انجام میده. برای عرب ها به همین استکهلم میاد صدها بار حمله به جمهوری اسلامی فلان، آی شماها مثلا یک حکومت غیر ایرانی هستید و حالا داری تبلیغ یک شو عربی رو میکنی؟ آخه با ما بگیر آخه این ام بی سی مثلا برای چی باید پول بذاره برای ما شو پخش کنه؟ اینا وقتی سوال بریم شما وقتی مغز سمج نداری بپرسی و واداده هستی خودت وا میدی به این داستانا، همینا میشه. ما هم الان نگرانیم خانم افشار، وقتی شما در یک شو عربی داری میری نگرانم، پلاکت هم نگاه میکنم اینجوریه، شاید من اشتباه کرده باشم ولی شما خواهشن این پلاکو بیا یه عکسی بگی، یه فیلمی بگی، حالا میتونم بره پلاکو عوض کنه، یه پلاکی رو عکس بگیره که یه پلاک جدید باشه، نه اینی که تو این شو انداخته. اینا بحث این شکلیش. به هر حال در مورد تالنت شو میذاریم بعدن که چگونه یک مجری که حکم اعدام داشته تو دبی آزادش میکنه، دبی در دبی بوده در امارات، آزادش میکنه امارات، بعد از 2 سال که از امارات از زندان میاد زیر حکم اعدام، زیر حکم اعدام نبوده باشه، زیر حکم حبس ابد بوده، من پس میگیرم حبس ابد داشته، تا آخر عمر باید تو زندان امارات میمونده، بعد 2 سال آزادش میکنن و یه دفعه عربستان سعودی میاد اینو پیدا میکنه و اینا، اصلا داستان چیه؟ بعد مهناز افشار، ابی، آرش، اصلا آدمای بی ربط به هم دیگه، اون چهارمی اون خانومه که اصلا نمیشناسم، یه تعداد آدمای بی ربط با یه تعداد استعدادهای بی ربط که اصلا طرف ایرانی نیست. خیلی جالبه تو این شوی که واقعا به اجرای پیش از نقد میگم بیا برو بالا، اتفاقا این دختر کرده که این سری اومد، با اینکه دیدگاه منو در مورد جنگ پان کردیس میدونه ولی دختر کرده صدای خوبی داشت، همه بعد خوندن این دختر کرده رو اتفاقا که خوب خون قبول نکردن که بعدن اینگونه الغا کنن که آی ما داریم به کردها مثلا چیز میکنیم، جفا میکنیم، فلان میکنیم، اینا برنامه ها پشتشا، دقت کن. شما برید این تالنت شو رو این دفعه رو ببینید، همین قسمت سومو حتی نبینید، زیر اردو نه به بها داد، من چون کارم اینه نگاه میکنم، اجراهای زایه رو میدم بالا، اجرای پیش از نقد رو میدم بالا. این دخترم نه که اجرای خوبی داشت این دختر کرده، ولی نسبت به اونایی که اجرا شد باز قوی تر بود، بعد اینو یه دفعه حذفش میکنن اصلا. بعد که میخواد مثلا به چه پیامی بده؟ پیام بده ببین ما حق شما کردها رو داریم میخوریم، ما که اینان کردام که 100 سال مغزشون شستشو دادن و اینا میگن آی ما ایرانی نیستیم، شما هم حق ما کردا رو خوردید، ما میخوایم بریم جداش. بحث خیلی طولانیه، خیلی طولانی و عمیقه، بگذاریم واردش نمیشم، ولی امیدوارم که این پلاک اشتباهی تصویربرداری بوده باشه، ولی خانم افشار حضور شما، فیزیک شما در این برنامه نشانه و حداقل وطن فروشی نباشه، نشانه ای نیستش که شما یه آدمی باشی که بگیم وطن پرستی. خیلی هم خوشحال نشو کنسرت گوگوش، گوگوش باید مثلا حرف میزنه، گوگوش خودش یک ببخشید زن کاملا وطن فروشه، گوگوش به پسر خودش رحم نکرد، الان هم که دیدی با رها اعتمادی ازدواج نکرد، من کامبیز گوگوش یعنی پسر گوگوش اومد
گفتش که آی می کسی که بچه‌هاشون رحم نکردن. اومد گفت ببین، حالا نفکر نکن اون غیرتی شد که اینا، نه بس غیرت نبود، گفت من اجازه نمیدم که ثروت گوگوش بره تو ارث و میراث مثلا این آقای رها اعتمادی، من بچه‌هام اینجا فلان، اگر گوگوش میخواد با رها ازدواج کنه بدون ازدواج برید زیر یک سقف، ولی قانونی چیزی رو امضا نمیکنید که ارث و میراث گوگوش مثلا بره برای اون. اینم غیر، خب بله دیگه مادر اونجوری باشه پسره چرا باید بهش غیرت داشته باشه؟ فکر نکن حالا رفتی گوگوش داد تا برات، نه اینا اصلا وطن فروشای عالمن. حالا خواهید دید یه خورده بیشتر توی اروپا بمون تا قدر عافیت رو بدونی، بدونی دنیا دست کیه، چه خبره. شب و روزگار خوش. این بخش برنامه رو میبندم، زنده باشید.